سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه برنامه دیگه داریم، آنالیز مبارزه امیر علی اکبری و آرجانبولا رو میخوام براتون بذارم دونه به دونهش، و همچنین آناتولی مالیخین و دی رایدر. بنابراین با ما همراه باشین، امروز یه برنامه ویژه است، همه رو با هم توضیح میدیم. بریم جلو ببینیم چه خبره. خب ببینید، مبارزه که آغاز شد، مبارزه بین امیر علی اکبری بود با قهرمان سابق به نام آرجانبولا که سمت چپ می‌بینید. دوستانی که این چند وقت ما رو دنبال کردن کامل در جریان موضوع هستن که این فایت چجوری انجام شد، چی شد. ما مستند علی اکبری گذاشتیم، آرجانبولا رو گذاشتیم، مبارزه رو لایو در یوتیوب گذاشتیم، یعنی لایوش تونستیم بریم، بعدش دیگه نتونستیم آپلودش بکنیم، ولی لایوش رو رفتیم و خیلی از دوستان دیدن. برای دوستانی که ندیدن، مبارزه رو گذاشتیم در تلگرام، لینک تلگرام هم میذاریم همین پایین که بتونید ببینید، هم تو دیسکریپشن میذارم هم توی کامنت ها. به محض اینکه بزنید تلگرام میتونین عضو بشین. در اینستاگرام هم این دفعه گذاشتیم کل مبارزه رو، یعنی هم در اینستاگرام هم در تلگرام. دوستانی که میخوان دانلودش کنن میتونن برن تلگرام، دوستانی که میخوان همون لحظه ببینن و دیگه دانلودش نکنن وای نستن تا دانلودش هم، میتونن برن اینستاگرام. جفتش خوبه، کیفیت مختلف هم گذاشتیم تو تلگرام که بچه‌ای که خب مشکل سرعت اینترنت دارن در ایران بتونن راحت دانلود بکنن. برو بریم. وان 166، امیر علی اکبری 36 ساله قرار گرفته بود در مقابل آرجانبولا 37 ساله. یه سال با هم اختلاف سنی داشتن، ولی وزن و از نظر وزن و ریچ ادوانتج اندازه دست و پا با هم یکسان بودن، ولی امیر قدش بلندتر بود. استایل امیر، استایل رسلینگ نوشته اینجا، همون کشتی خودمون میشه. خیلی جالبه، سمت آرجانبولا رو درست نوشته، کشتی، و جفتشون بیسشون کشتی بوده. وان 166 1 مارچ در قطر برگزار شده بود مبارزه، که من یه ذره دیر متوجه قطرش شدم. من واقعا فهم میکردم سنگاپوره و اینا، خودم میرفتم با امیر و همه با هم ورود پیدا میکردیم به اون قسمتی که مبارزه هست، و من وقتی که باش صحبت کردم دیگه اسما رو داده بودن، و این میتونم بگم اشتباه من بود که دیر این کار رو انجام دادم، و وگرنه میرفتم اونجا و نزدیک مبارزه رو میدیدم. دوستان با ما همراه باشید، نگاه کنید. پس متوجه شدین که فایت رو اگه خواستین ببینید اونجا ببینید. امروز برنامه آنالیز هستش دوستان عزیزم. نکته‌ای که باید بدونیم، این مبارزه 3 تا راند 5 دقیقه‌ای بود، و نکته مهم این بود که در خاک، ببینید، نی تو هد اف گراوندد اپوننت آر لیگال، یعنی میتونی بزنی، یعنی اگر شما بیاری در خاک حریف رو، میتونی با زانو بزنی به سرش. خب این در یو اف سی خطاست و در بعضی سازمان ها هم خطا هستش، ولی اینجا گفتن که اوکی بود، در این مبارزه میتونست این کار رو انجام بدین. امیر علی اکبری وارد شد و از این مسیری رد شد که منتهی میشد به اکتگان. نکته جالب اینه که نوشته امیر علی اکبری، نگاه کنید، اسکیلی که داره و اون مهمترین ویژگی هایی که داره اینه که میتونه حریفا رو بکوبه زمین و میتونه رو زمین ضربه بهش بزنه. اینجا نوشته، حتی میبینی وان چمپیونشیپ خودش اینو نوشته، هر کسی اسکیلش رو مینویسی که آقا فلانی در این قویه یا در این کار قوی تره. و خیلی جالب بود برای من که از امیر این رو نوشتن، و حالا ببینید در ادامه چه اتفاقی افتاد و صحبتایی که ما کردیم و چه چیزایی پیش اومد، چه چیزایی شد، چه چیزایی نشد. و از این برم آرجانبولا با گوشکوب همیشگی خودش وارد شد، و آرجانبولا رو هم نگاه کنید، اینجا نوشته بازم دقیقا همون چیزایی که خودمون گفتیم، بهتون منیج میتونه بکنه، میتونه مدیریت بکنه، نفسش رو مدیریت کنه، مبارزه رو به راندای بالا برسونه، و دقیقا همین چیزی که اینجا نوشته شده، میتونه هم فاصلهش رو حفظ بکنه، میتونه فرار بکنه از حریفاش، میتونه نفسش رو حفظ بکنه و راندا رو ببره به بالا و برسه به دیسیژن. خیلی از مبارزاتش هم با دیسیژن پیروز شده بود آرجانبولا. و داور هرب دین، خوب نگاه کنید این داور رو، داور سوپر استار این مبارزه بود، یعنی از امیر علی اکبری، آرجانبولا و بقیه ایشون سوپر استار تر بود. یه برنامه در مورد فایت های هرب دین هم ما ساختیم دو کانال ها، اونم میتونیم بریم ببینیم. خب اینم داور هرب دین. امیر علی اکبری همونطور که اینجا مشاهده میکنید نوشته 12 تا پیروزی، 3 تا باخت، 10 نفرم ناکاوت کرده. وان چمپیونشیپ یه نفر رو جا انداخته. امیر اینجا 13 تا پیروزی داره، 3 تا باخت. در جریان هستیم بیشتر دیگه، تقریبا این موضوع رو میدونید دیگه. و اینورم آرجانبولا رو دقت کنید، نوشته که تیمش امریکن کیک باکسینگ آکادمی، یعنی تو
کیک باکسر اصلا دوستمون، کیک باکسر و بوکسر، یعنی ایستاده عالی. رکوردش هم 11 تا پیروزی 2 تا باخت که یه باختش به آناتولی مالیخین بود که تیکه شد، یه دونم که سابمیشن شد در UFC مبارزه کرده بود و قهرمان سابق وان چمپیونشیپ همین وزن بوده. امیر با هر کی فایت کرده طرف قهرمان یه چیزی بوده، یا توی UFC فایت کرده یا توی وان چمپیونشیپ قهرمان شده یا الان قهرمان بلاتوره. من نمیدونم اینا که میان میشینن حریفای امیر گوشکوبیان و فلانی حرف داده، شما پس کیو میگی حریف قوی؟ با من همراه باشید ادامه رو ببینید، من بهتون میگم این فایترها قوی، هر کدومشون بالاترین کمربند بهترین سازمان ها رو داشتن. حالا اینکه شما میتونی همه رو بزنی داستان یه چیز دیگه است، اون یه مورد دیگه است که باید حتما بررسی بشه. خب با هم دست دادن دیگه میریم تو فایت. دوستان عزیزم دستش هم ناکنی خیلی با اعتماد به نفس بالای دست داد و اصلا نگاه هم به صورت امیر نکرد، با موش زد و رفت عقب و مبارزه آغاز شد. دوستان عزیز مبارزه که آغاز شد، نکته جالب این بود که اولش آرژان بولار رو به جلو بود و امیر رو به عقب و ما هم همچین چیزی رو تصور میکردیم که این بیاد جلو ضربه بزنه و فرار کنه. میگفتیم بهتون که این فرار زیاد خواهد کرد در این مبارزه، ولی فکر نمیکردیم دیگه این مدلی. اول مبارزه امیر علی اکبری رو به عقب بود و آرژان بولار رو به جلوتر، تا اینکه بعد از 30 ثانیه امیر چندین بار اینجوری سنجیدش. ببینید هی میدونی که وقتی کشتیگیر باشی اینجوری میسنجی، هم میتونی اوورهند بزنی، هم به شکم بزنی، هم زیرگیری کنی، یعنی چند منظور است این حرکت گول زدن در MMA. که آرژان بولار رو بسنجه، دو سه بار که اینجوری میکرد آرژان بولار رو ناکنید شوت میشد عقب، یعنی به سرعت میرفت سمت عقب و اصلا وای نمیستاد تو اون ناحیه. امیر شروع کرد ضرباتش رو امتحان کردن، ببینه که هر ضربه ای میخواد بزنه چه اتفاقی میفته. میدید آرژان بولار فرار میکنه به سمت عقب فقط. ببینید باز اصلا اینجا خود امیر یه جورای کلافه میشه. ببینید یه دقیقه مبارزه گذشته، موقعی که میخواد ضربه رو بزنه میبینه آرژان بولار فاصله زیاد، میدوید میره فقط. ضربات اوورهند آرژان بولار این ضرباتش بود. آقا آرژان بولار رو یه ذره اسم شد ما خلاصه بکنیم، ای بی بهش بگیم. آرژان بولار ای بی فکر کنم راحت بشه. آره ای بی میخواست بزنه، الان هم با ای بی قاطی میکنن. بولار اومد بزنه اوورهندو که نخورد. ما از این اوورهنداش میترسیدیم واقعیت قبل از مبارزه، چندین بارم زد ولی اصولا رو آسمون. خب اینجا دیگه امیر بعد از یک دقیقه و خورده ای که از مبارزه گذشته شروع میکرد حمله کردن و از امیر حمله، از آرژان بولار فرار و این بادی شات هایی که یادتون میاد چقدر در موردش صحبت کردیم که چقدر خوب امیر بتونه از این بادی شات ها استفاده کنه و ضربه به شکم آرژان بولار بزنه. و دوستان جالبش اینه این ضربه که میزد مثل طبل صدا میداد. میبینید ما هم هی میگفتیم بر طبل شادانه بکوب پیروز و مردانه بکوب، تا میخواستیم بگیم بر طبل شادانه مبارزم لایف بود میگفتیم بر شبل تابانه. دوستان آخه یادشونه این بر طبل شادانه بکوب چند منظوره است. یه بار برای بردا همیشه میذاشتن، یه بار هم یه کلیپی اومد بیرون از بر طبل شادانه بکوب پیروز و مردانه بکوب. اون دوستایی که اهل فنن میدونن دیگه، من نگم بیشتر. اگه متوجه شدی بنویس اینجا. راستی لایک هم لطفا بزنید، خواهش میکنم اگر از این سبک برنامه خوشت میاد لایک رو الان بزن، برو بریم برای ادامه فایت. خب پس شکمو زد، چون آناتولی مالیخین هم خیلی این ضربه رو زیاد استفاده میکرد برای آرژان بولار. اینجا میخواست جب به امیر بزنه. اصولا امیر معمولا میگفتن که آقا بوکسور نیست، ضربه بخوره دفاع میکنه میره عقب، یا اگه دفاع نکنه میخوره تو فکش میفته. چندین بار مالیخین هم این موضوع رو اشاره کرد قبل از مبارزه. امیر به محض اینکه جب میومد به زیبایی سرش رو حرکت میداد یا به اصطلاح بوکسور داد میکرد، برگشت ضربه رو میزد و ضربه رو در برگشت میخوابون نقطه‌ای به صورت آرژان بولار. تا الان 2 دقیقه مبارزه گذشته، ضربات امیر علی اکبری بیشتر شده و این بار دیگه امیر علی اکبری که رو به جلو فقط داره میاد و آرژان بولار فرار میکنه و ضربه میخوابونه امیر. ببینید ضرباتش رو میخوابونه بانگ به صورت آرژان بولار. آپرکات اینجا اومد بهش بزنه، دید باز آرژان بولار فرار کرد رفت عقب، خیلی فرار میکرد و فاصله‌اش رو حفظ میکرد. اینجا باز یه آپرکات بسیار محکم امیر زد به صورت آرژان بولار. بوم
یعنی ضربه رو محکم میزد. به محض اینکه سرش اومد پایین و نزدیک بود، امیر ضربه رو بهش میزد. خیلی اوقات این اتفاق میافتاد. به محض اینکه میخواست ضربه بزنه فرار میکرد، آرژانبولا میرفت رو عقب. نگاه کن اینجا رو، رگباری امیر اومد پشت سر هم ضربه زدن و آرژانبولا فرار فرار. این صحنه منو یاد مبارزه فورس گریفن با اندرسون سیلوا میندازه. اونجا فورس گریفن همین کار امیر رو کرد، ولی اندرسون سیلوا رفت عقب رفت عقب رفت عقب، این آرژانبولا که رفت عقب یه ضربه زد خورد به چونه افتاد زمین. یعنی فایتر اگه خیلی حرفه‌ای باشه معمولا یکی اینجوری حمله کنه که گاردم بیاره پایین تو هر ضربه زدن و میزنه ضربش رو، ولی امیر مطمئن بود اینجا بعد از چند دقیقه که احتمالاً آرژانبولا به ضربه نخواهد زد، یا نمیدونم واقعا امیرعلی اکبری تو این مبارزه یه جور دیگه فایت کرد. یعنی دهنا رو همه رو بست، از جمله خود من و از جمله کسایی که دوستش ندارن و از جمله کسایی که میگفتن اصلا بوکس بلد نیست. اومد جلو رگباره شروع کرد ضربه زدن. نکتهش هم بهتون گفتم که خب اگر اینجوری بخوای بزنی در حرفه‌ای دنیا چه اتفاقاتی میفته، بهتون رفرنس UFC رم دادم که ما هم از خوبیا بگیم همین که اتفاقاتی که در دنیا با توجه به این فنون افتاده چیه. در ادامه اینجا باز یه چیز عجیب دیدیم از زمین، لید های کیک با پای جلوش های کیک زد به آرژانبولا که کامل آرژانبولا دفاع کرد با دو تا دست. از نظر دفاع ماشاءالله آرژانبولا کم نمیذاشت، فرار و دفاع. اینجا نکته بسیار اساسی، ببینید اینجا هربدین رو قشنگ دقت کنید، از اینجا مشخص نیست برای همین من زوم کردم. هربدین داور مبارز است. داور ببینید دست میزنه به آرژانبولا رو میگه کار کن کار کن. ببینید زومش رو بذار بهتونشون بدم. نگاه کنید دست، ببینید دست داره میزنه، اینجا دستش مشخصه، دست داره میزنه میگه کار کن. این اولین تذکر بود 1:42 مونده به پایان راند اول به آرژانبولا که داور میگه آقا کار کن. وقتی این تماشاگر اومدن، تماشاچی اومدن، این همه برنامه داره پخش میشه فایت ببینن، نیومدن تئاتر فرار ببینن که. مبارزه ادامه پیدا کرد. ما فکر کردیم الان آرژانبولا شروع میکنه چه حملاتی. به محض اینکه حمله میکرد امیر در برگشت ضربهشو میزد. یعنی این کارهایی که امیر قبلا نمیکرد، ممکن بود فرار خالی بکنه، اینجا با یه تکون دادن سر در برگشت بوم ضربه رو میزد به صورت آرژانبولا. و ماشاءالله تتوهای جدید امیرم که حالا باید بریم ببینیم داستانش چیه. دو تا بال من میبینم و اون وسط هم تو ستون فقراتش یه سری تتوه، ولی پایینش اصالت احساس میکنم خطاطیه. امیر راستی به خطاطی هم خیلی علاقه داره، خطاطی و نقاشی و این داستانه، فکر کنم بیشتر خطاطی اگه اشتباه نکنم. اینا بعد داستانش رو در بیاریم چیه این داستان تتو. اینجا داور بعد از اینکه دید تذکر رو به آرژانبولا داد و آرژانبولا به جای اینکه حمله کنه امیر باز داشت حمله میکرد، دوباره اومد استوب کرد. ببین این علامت توی داوری، یعنی نگه دارید تایم رو، تایم رو نگه دارید. من یه کاری دارم اونجا گوشه زمین تایم رو نگه میدارن. اومد به آرژانبولا تذکر شفاهی داد با نگه داشتن مبارزه. ببینید این فرق میکنه با اینکه شما تو مبارزه بگی کار کن کار کن، اون تذکر نیست، اون داری بهش تذکر میدی که من به تذکر رسمی میدم. اینجا اومد بهش گفت اگر بخوای اینجوری پیش بری، بادی لنگویجو ببین، دست میکنم تو جیبم کارتو در میارم بهت نشون میدم، که ما اینو تو گزارشمون نداشتیم لایو میگفتیم. به محض اینکه اینو گفت شروع که شد امیر باز دوباره شروع کرد آپرکات زدن، حمله کردن به سمت آرژانبولا و آرژانبولا فقط فرار، یعنی کاری جز فرار انجام نمیداد. چی بشه یه جاب میزد، امیرم در برگشت بهش ضربه میزد، یعنی وای نمیستاد تو جواب اینکه بعد از جبش بخواد جبش بخواد ضربه بزنه. به محض اینکه میزد امیر رو ببینید بوم ضربه رو میزد و ادامه دار. اینا رو همه رو داره هربدین نگاه میکنه، همه اینا راند اوله. اینجا این ضربات بسیار مخصوص امیر بود که تو هیچ کدوم از مسابقات نمیزد و بسیار خوب شد که این ضربات رو زد به شکم. ببینید یه صورت یه شکم، کاری که مالیخین کرد با آرژانبولا و امیر به زیبایی تونست اون رو اجرا بکنه. اینجا موتاکلین چش کرد اومد بیاد زانو بزنه که جدا شدن. همچنان در راند اولیم همچنان امیر علی اکبری داره فقط حمله میکنه و آرژانبولا فرار. شما نگاه کنید دیگه مشخص از نوع ضربات و نوع تیکه هایی که ما براتون گذاشتیم که هر ضربه ای بوده رو پوشش بدیم، فقط امیر داره میزنه و آرژانبولا فرار داره میکنه. شما وقتی یکی زیاد فرار کنه نمیتونی بدوی سمتش، اینجاست که داور میاد وسط.
ببین تو صحنه‌ای هم که تن به تن بود، اینجا امیر واقعا داشت آپرکات وحشتناکی میزد. ببین صورت و جا خالی داد، اومد یه آپرکات وحشتناک بزنه که خورد به شکمش. ولی دوستان بازم به هر حال درسته که امیر داره ضربه میزنه و ضربه اینجا نمیخوره، ولی این کارش به نظرم بسیار خطرناکه که دست چپش پایین پایینه و با دست راست داره آپرکات میزنه. و اگر این دست آرژان بولار به هر حال نخورد، ولی شما دقت کنید این اگه میخورد به صورت خیلی خطر ایجاد میکرد بچه، این مشتش میلیمتری از پایین فک امیر رد میشه. ببینید میلیمتری رد میشه و حتی یه ضربه کوچیک هم احتمال دارم که احتمال میدم خورده باشه، ولی این دست اگر دست چپ امیر بالا باشه موقع این ضربه زدن، خب خیلی کار رو براش راحت تر میکنه. درسته که داره آپر رو درست میزنه، سرش هم تکون داده که اون تکون باعث میشه که ضربه رو نخوره، ولی باز اینا خطرناکه. ولی من یادم یه ضربه زد در برگشت اینجا. بله اینجا نگاه کنید ضربه رو میزنه، آرژان بولار هم خوب دفاع میکنه، راند اول به اتمام میرسه با تذکر رسمی هرب دین به آرژان بولار که شما هیچ فعالیتی نمیکنی، باید فعالیت بکنی، باید کار بکنی. و اینجا کاتمان هم دارن روش کار میکنن، نکاتی هم داره علی استکی مربی خوب امیر علی اکبری که خب اینا از قدیم با هم بودن، از واقعا میتونیم بگم از اوایل با هم بودن، یه مدت کوتاهی جدا شدن و دوباره باز با هم. و به نظرم دوران خوب امیر زمانیه که با علی آقا هست، تا اونجایی که نشون داده واقعا خیلی عالی بوده و همینجا هم خسته نباشید میگیم به همشون. خب بریم برای اینکه راند دوم ببینید. راند دوم که اومد شروع شه، هرب دین بعد از تذکر رسمیش، واقعا بهتون بگم داور میخواست به این کارت زرد بده رانده اول، هی نگاه میکنه، من به نگاه داور خیلی نگاه میکنم، هی نگاه میکنه، هی اومد بیاد جلو وایساد راند تموم شه. اول راند دوم اومد باز دوباره به آرژان بولار گفت اگر بخوای اینجوری ادامه بدی، من دلم نمیخواد این کارو انجام بدم، ولی بهت کارت زرد میدم. اومد بهش گفت باید فعالیت بکنی. ببین اینجا حتی بهش نشون داد گفت کارتو بهت میدم، ولی نشون نداد، یعنی نشون داد که من اگر بخوای ادامه بدی به این کار، من کارتو بهت نشون میدم. ما گفتیم پیش خودمون دیگه این مدلی که بهش التیماتوم داده، این دیگه شروع میکنه حمله کردن، ادامه مبارزه. امیر باز شروع کرد به حمله، یعنی دقیقاً تا مبارزه آغاز شد شروع کرد امیر چپو نشون دادن و اوورهند زدن و فرار آرژان بولار. شما نگاه کنید چه جوری فرار میکنه. در ادامه دوباره امیر اینجا باز به شکم ضربه میزد، صدا تبلا بر تبل شادانه بکوب. و باز این سنجیدنهای امیر، میبینید فاصله آرژان بولار بسیار زیاد، سرش هم معمولا میاره جلو به من سنگ ضربه رو بزنن به دقیقه و در برگشتش ضربه بزنه. باز امیر شروع میکرد به ضربه زدن، باز پرتابای مشت امیر به سمت آرژان بولار که بچه خورد به فکشا. این از یه صحنه دیگه بهتون نشون میدم، بد جورم خورد به فکش این ضربه. خب اینجا بعد از اینکه اربدین دید آقا مثل اینکه ما هرچی میگیم به در و دیوار داره میخوره، باز مبارزه رو نگه داشت، گفت آقای آرژان بولار تشریف بیارید. امیر یهو دید اینجوری داره به امیرم نگاه میکنه، امیر تعجب کرد، فکر کرد با اونه، گفت شما بفرمایید اون گوشه، شما بفرمایید دخالت نکنید. امیرم هی اپوش برمیگشت نگاه میکنه، گفت من چیکار کردم نکنه با ماست. میبینی امیر رفت اون گوشه، اومد با قاضیام صحبت کرد، هربدین گفت من میخوام به این کارت زرد بدم. نگاه کنید تایید اونا رو هم گرفت، در این حال اونا هم باید خب ثبت بکنن. ببینید دقیقاً چی میگه، دیدین میخوام بهش کارت زرد بدم. و کارت زرد رو اینجا میاد یه ذرم تو جیبش گیر کرده بوده، چند دقیقه ما رو اینجا نگه داشت تو جیبش گیر کرده بود، بعد کارت زرد رو به آرژان بولار نشون داد. ما اینجا خیلی خوشحال شدیم و گفتیم که دیگه الان فایت بسیار زیبایی رو خواهیم دید و آرژان بولار دیگه چیکار میکنه. مبارزه آغاز شد، با هم دستم دادن و باز با اینکه دست دادن و کارت زدم گرفت، باز امیر شروع کرد حمله کردن. همینطوری حمله میکرد و آرژان بولار باز فرار میکرد. دوستان ببینید ضرباتی که میزد ضربات کاری بوده، اینجا که دیگه واقعا خیلی قشنگ امیر ضربه زد پشت سرم به سر صورتش، تا 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 کامبینیشن میکرد ضربه ها رو، پشت هم ضربه میزد و
اینجا باز دست هربدین رو نگاه کنید، نیمد مبارزه رو نگه داره، هی میگه بابا کار کن کار کن بارجان بولار، و امیر داره همش باز حمله میکنه، بادیشات میزد، به صورت ضربه میزد. اینجا یه لحظه هم دیگه رو کلینچ کردن، من گفتم دیگه الان تو مایه کشتی میره امیر چه فنی میزنه، دیدم آرجان بولار دستا رو گشته زیر بغل یه آپرکات زد. ببین آپرکات هم بچه ها واقعا درست و محکم و بجاد نگاه کنید زد به صورت امیر، مالید رفت بالا و همین باعث شد یه خراشی روی صورت امیر ایجاد بکنه. میبینید صورتش رو یه خراشی ایجاد کرد، خراش عجیبی هم بود. امیرم هی دست میزد ببینه خون میاد یا نه، ما دیگه مطمئن شد خون نمیاد. ضربه بدجوری رو مالید اینجا آرجان بولار و باز امیر حمله، آرجان بولار دفاع فرار، آپرکات میزد امیر، هلفوک میزد، بدجور میزد و فرار، آرجان بولار همینطوری فرار، ضربه میخورد فرار، کلینچ میشد باز ضربه میخورد فرار، یعنی یه دونه ضربه نمیتونست درست بزنه. اینجا باز ضربه میخواست به فک امیر بزنه، بوم یه آپرکات وحشتناک میخوره و باز در برگشت ضربات پیاپی و فرار. مثلا خودم هرسم در اومده بود، گفتم آقا اومدی فایت کنی دیگه، گرگم به هوا که نیستش. تو زمانی هم که جب میزدن امیر این کاری بود که قدیم باز نمیکرد، الان خیلی خوب شده، سر رو تکون میده، یعنی برعکس که ما همش میگفتیم آرجان بولار تو این مبارزه خیلی این کارو خواهد کرد، امیر سر رو قشنگ تکون میداد و ضربه ها رو میزد. درسته که بی‌محابا میومد ضربه زدن و پرت میکرد مشتاشو و دست این ورشو دفاع نمیکرد، اما ضرباتشو خیلی خوب میخوابون به شکم حریف و خیلی از فایترهای بزرگ دنیا این کارو انجام میدن. این نیستش که بگیم اشتباه داری میزنی، اوکی من اگه تو باشگاه برم بزنم اینجوری میتونن همه بیان بگن داداش اشتباه داری میزنی. تو مسابقه هیچ کس به هیچ کس نمیگه شما اشتباه داری میزنی، هدف چیز دیگه است. و خیلی از بزرگان، اصلا شما بگو فلوی مین ودر در بوکس، شما بگو فدور امیلیاننکو، بگو جان جونز، جان جونز نمیتونم واقعا مثال بزنم چون جان جونز واقعا یه دستش همیشه انگار داره با تلفن حرف میزنه. به نظر من یک از تمرینای فایترها اینه که به قرآن میگم به قرآن به بالله جدن باید یکی از تمرینایی باشه که موبایل بدیم دست فایترها، بگیم آقا شما با موبایل صحبت کن، با این موبایل فقط شروع کن صحبت کردن. جان جونز واقعا دستش همیشه بالاست، ولی خیلی از فایترهای بزرگ دنیا موقع ضربه زدن دستشون میاد پایین. حتی آناتولی مالیخین هم موقع ضربه زدن میبینید همیشه دستش پایین، اون یکی دستش. بنابراین به فایترهای حرفه‌ای نمیتونیم این موضوع رو بگیم، فایترهای آماتور یا کسایی که تو باشگاه دارن تمرین میکنن. امیر ضرباتو باز ادامه دار داره میزنه، اینجا هم یه دونه هوک پرشی اومد بزنه که موفق نشد. ولی میگم این ضربه ها دوستان باید خیلی مواظب باشین، اگه جلوی یه فایتر خیلی حرفه یا بوکسور خیلی حرفه‌ای که کانتر پانچر باشه که بود آرجان بولار تا قبل از این مبارزه، حالا نه اونقدر عجیب غریب، ولی اینجا رو به شما پاسخ میده. شما وقتی مشت میزنی اینجا و اینجا دستت پرت میشه، کاملا آماده است برای کسی، یعنی کسی اگه رفته اون لحظه عقب و برگشته بود ضربه رو میزد کامل میخورد به صورت امیر. این ضربه خطرناکی بود به نظرم امیر زد. تا اینجا گاردش رو حفظ کرد، ببینید اینجا حفظ کرد، ولی وقتی که دستش اومد پایین دیگه کلا همه چی باز بود و آماده بود برای ضربه زدن. اما آرجان بولار از این موقعیتش هم استفاده نمیکرد و واقعا بهتون میگم به معنای واقعی کلمه گرخیده بود، به معنای واقعی کلمه گرخیده بود، یعنی من نیده بودم یه نفر انقدر بگرخه توی یک مبارزه. و این ضربه هم نزد. امیر علی اکبری باز شروع کرد ضربه زدن. دوستان اون لحظه که بهتون گفتم مشت خیلی بدجور خورد، بهتون صحنه بعدش نشون میدم، این بود، چون شبیش بود احتمالاً اشتباه کردم، این ضربه بود که محکم میخوابونه به صورت آرجان بولار که اصلا میچسبه اونجا به فنس. نگاه کنید صدا رو دیدید، صدای مشت رو ببین به صورت میزنه و میچسبونتش به فنس، همچنان بادی شات ها رو داره میزنه. هربدین هی داره نگاه میکنه، هی داره هرس میخوره، تماشاگر رو هی دارن یواش یواش اون میکنن. امیر علی اکبری همچنان رو به جلو، آرجان بولار همچنان رو به عقب و داره دفاع میکنه. ببینید چقدر آخه حمله، چقدر ضربه درست و حسابی به سر و صورت آرجان بولار میزنه با همون دست، گوم، و بدون اینکه دوباره فعالیت خاصی بخواد انجام بده. و نبوغ امیر رو میبینیم که در بوکس چقدر بهتر شده.
یعنی ادامه دار ضربه رو میزنه. ببینید 1 2 3 4 5 میگیره موتای کلینچ و یه زانو میزنه، 6 دوباره میاد اینجا فکر کنم یه زانوی دیگه میزنه، همون زانو اولیه رو میزنه، اینجا کلینچش میکنه آقای آرجان بولار. خب قهرمان کشتی فرنگی جهان امیر، دستو میذاره رو صورت، میبینه دستو محکم قلاب میکنه الان آرجان بولار. امیرم قشنگ میاد پایین، این پهلوانای قدیم بودن که زنجیر پاره میکردن، نگاه کنید قشنگ میاد یه فشار میاره تق دستو باز میکنه آرجان بولار رو. اینجا امیر به تلافی اون ضربه ای که زد موقعی که سرش پایین بود آپرکات، یه آپرکات به صورت آرجان بولار میزنه و حساب کار میاد دستش، محکم هم زد و باز هرب دین اینجا نگه میداره. آخر راند دوم به نظرم بازم خیلی صبوری کرد، میاد جلوی آرجان بولار دست به جیب میشه. اینجا خب خیلی از دوستان فکر کردن که دیگه الان کارت قرمز رو نشون میده و میره بیرون، در صورتی که نه، دو تا کارت زرد و بعد قرمز. کارت زرد دوم رو به آرجان بولار نشون میده، این دیگه یعنی که حواست باید باشه آقای آرجان بولار، اگر شما یک بار دیگه کارت بخوایم بگیریم ما سه کارت زرد نداریم. بعد از کارت زرد دومی که به شما میدیم، مثل فوتبال نیست بچه‌ها، کارت قرمز میگیری و دیسکوالیفای میشی و از مبارزه باید خارج بشی. ما اینجا پیش خودمون گفتیم دیگه تموم شد، آرجان بولار هیچی واسه دست دادن نداره، میره برای حمله کردن. باز دیدیم امیر شروع کرد حمله کردن، ببینید بوم به صورت ضربایی میزد که اصلا صورت آرجان بولار زخم شده بود، هم گوشه ابروش هم پایین گونه اون یکی چشمش. در برگشت ضربه میزد امیر، ضربه رو ببینید اونقدری ضربه رو مستقیم به صورت امیر نمیتونه بزنه، میبینید امیر با ضربه حریف میاد رو به عقب. این کارهایی که امیر نمیکرد قبلا، روتیشن کمر نمیدادن، قشنگ ببینید با ضربه میاد عقب. دیگه در برگشت اینجا ضربه رو به سرعت نزد که بخواد کانتر پانچ بشه، ولی قشنگ ببینید با ریتم مشت میره و دفاع رو انجام میده. قابل توجه دوستانی که میگن امیر خشک و بوکسش خوب نیست، تو این مبارزه تا اینجا دیدین که راند اولو که قاطع برد، راند دوم هم همینطوری داره بوکسشو به رخ آرجان بولار میکشه. دستم اینجا آرجان بولار یادش رفت بده. راند دوم هم تموم شد، دو تا راند امیر علی اکبری درو کرد آرجان بولار رو، یک دونه فن کشتی نزد. دوستان که گزارش میکردیم ما اون موقع بودن دیدن، هی میگفتیم آقا یه دونه فن کشتی نمیزن، و من حتی میگفتم دیگه امیر بسه بره عقب اونم بسون فرار کنه، چون امتیاز دو راندو گرفته، دو تا کارت زردم به حریفش داده، کلا فرارم بکنه راند سوم برده. من گفتم دیگه میخواد مدیریت کنه، ولی اینجا خوی تشنه خون بودن و جنگجو بودن امیر علی اکبری رو میبینیم که میاد و حمله میکنه. باز دوباره این صحنه، اون صحنه‌ای که با هم دیدیم چه ضربه ای زد به صورت آرجان بولار، صحنه‌ای همون راند دومو داریم میبینیم، جام که پشت سرم رفت جلو و شروع کرد ضربه زدن، بعد کلینچش کرد و یه زانو زد. خب اینجا راند سوم آغاز شده. راند سوم هم باورتون نمیشه، شروع نشده باز امیر علی اکبری شروع کرد حمله کردن. تک حمله‌ای که میکرد آرجان بولار این بود که واقعا هم خطریه، این اوورهند زدنش که امیر قشنگ سرو میآورد پایین دفاع میکرد و بعد شروع میکرد به ضربه زدن. آرجان بولار هم بد جور فرار میکرد. اینجا باز نگه میداره هرب دین مبارزه رو. من پیش خودم گفتم رفتیم برای کارت قرمز، میتونست بده کارت قرمز اینجا، ولی در این حال دیدیم صورت آقای آرجان بولار یه جوریه که انگار درد داره. دیدیم بله ضربه خورده به بیزه. امیر علی اکبری میگه بابا من چیکار کنم؟ پیش خودم به هرب دین میگم چیکار کنم؟ هر چی میدونم دنبالش داره در میره، یعنی میگه من کاری نکردم، من دارم ضربه میزنم اون در میره. هرب دین هم یه تایید اینجوری میده، نگاه کنید میگه بالاخره اتفاقه دیگه، تو ضربه میخوره، بهش استراحت میده 5 دقیقه، میگه استراحت بکن، میتونه 5 دقیقه یعنی استراحت کنه، مگر اینکه فایتر بگه من اومدم. که آرجان بولار هم رفت سری حرکتای کششی برای مثل اینکه بیزشون انجام داد و یه چند بار نشست و پاشد و یه چند بار هم اینجا مثل اینکه میبینید دست میزنه که جاش بندازه. ما فکر کردیم امیر علی اکبری داره میگیرتش که اول جاش بندازه بعد راش بندازه، اون فنی که بچه‌ها میدونن اگه تازه پیوستین، منظور من با بیزه ایشون نیست، منظورم فنی که امیر میزد ما اونو همیشه به کار میبردیم، ولی اینجا خودش خودکفا داره مثل این که برای خودشو
جا میندازه. خب گفت میتونم ادامه بدم. چرا گفت میتونم ادامه بدم؟ میدونست یکی از نقاطی که فکر میکنه بهتر از امیره نفسشه، برای همین وای نستاد 5 دقیقه استراحت بکنه. احساس کردی که راند آخر امیرم خیلی ضربه زده، نفسش گرفته، برم چند تا دونه مشت بزنم یکیش میگیره امیر شاید بیفته دیگه، و مبارزه رو سریع شروع کردن. امیر باز شروع کرد به ضربه زدن. این صحنه بیزه رو ببینیم با هم. ببینید اینجا به نظرم امیر، چیزی که من دارم ببینم فکر میکنم قصد زد دیگه. پیش خودمون باشه، به کسی نگین، چون ببینید اینجا شما هیچ جوره نمیتونی دیگه انقدر قشنگ زیر تاق بزنی. میدونی یعنی یه ذره نزد مثلا بالاترم، قشنگ زد. میگن طرف نقطه زنه، قشنگ نقطه زنی زد به همون، فکر کنم زاویهش هم در نظر گرفته بود کدومشونو بزنه و زد و دیگه آرجان بولارم بذاره. بالاخره به نظرم بعد از اینجا میزون فرمون شد. نگاه کنید اینم کارهایی که قدیم میکردیم تو مدرسه، بشین پاشو نمیدونم 62 بذار فوت کن و من نمیدونم اینا علمیش از کجا اومده، ولی خب در صورت جاش انداخت و شروع کرد مبارزه رو با کمی بیزه آسیب دیده. واقعا تو گزارش داشتم میگفتم آرجان بولار گویا یه ذره از اون ناحیه مشکل داشت، حالا به اصطلاح اون ناحیه رو میگن جیگر، میگن گاز پیکنیکی، هر چیزی، اصطلاح فایتریشو دارم میگم، ترس داشت، اصلا نداشت. یعنی فکر کنم امیر اونو زد یه تست بکنه ببینه اگه هست که بهش بگه بابا حمله کن، اگه نیست دیگه ما تکلیفمون رو بتونیم بریم مسابقه دو. مبارزه ادامه پیدا کرد، 3 تا گرفته اختار، چندین بار گرفته، 2 تا کارت زرد گرفته. ما گفتیم دیگه آرجان بولار میاد میزنه دیگه. ترس انقدر داشت، انقدر این آدم ترسو بود. امیر باز شروع میکرد حمله کردن و ضربه زدن به این فایتر. اینجا امیر اومد باز دوباره اون هوک پرشیشو بزنه که اون دفعه کلی صحبت کردیم که این دستشو پایین میذاره، یه ذره تعادلش به هم خورد. خیلی‌ها فکر کردن اینجا ضربه بدی به امیر خورد، در صورتی که اینجا ضربه به امیر نخورد و تعادلش به هم خورد. دست راست آرجان بولار رو نگاه کنید، دستش بالاست داره دفاع میکنه و یه ذره تعادلش به هم خورد و رفت رو به عقب. امیر رو ببینید، به نظرم از این صحناست که میتونیم روش کار بکنیم و یه موزیک باحالم بذاریم روش. میبینید حالا من اینو شاید براتون درست کنم توی اینستاگرام، یه صحنه آیکونیکی بشه. چیزایی بالاخره میگیم که دوره هم باشیم دیگه، فقط خشک نباشه فایت. امیر ادامه داد به ضربه زدن، به اوورهنداش، به حمله کردناش. 3 دقیقه و 30 ثانیه به پایان مونده. هربدین همچنان به آرجان بولار درس میزنه، میگه بابا جان یه حرکتی انجام بده، تماشاگرها هو دارن میکنن. تک ضربه هایی هم که میزد در برگشت امیر جواب میداد و این ضربه امیر البته نخورد، ولی همین که وای میستاد جواب میداد جالب بود. راند 3 اینجا با ضربه خوبی امیر میزنه آپرکات به صورت آرجان بولار که حالا اینجا مشخص نمیکنه هربدین اومده جلوی تصدی، ولی درگیری شما نگاه کنید اینجا خیلی قشنگ ضربه میزنه به آرجان بولار. آرجان بولار میخواست وایسه، جدا میخواست بیاد جلو، نمیتونست. میدید امیر صدشو گذاشته. ببین شما میدونی برنده ای ولی داری هی حمله میکنی، هی میای جلو که بزنی. آرجان بولار هی میخواست فقط فرار کنه. شما پاشو نگاه کنید، چپ راست چپ راست، هی چپ راست چپ راست، و باز امیر حمله. ضربه را میزد به صورت ها، واقعا بد جور ضربه میزد به صورت. آمار رو درآوردیم، خیلی تعداد بالای امیر ضربه به صورت زد. اینجا هم دیگه رو کلینچ کردن، گفتیم بریم فاز کشتیشون رو ببینیم. کشتیشون هم دیگه مدل کلینچی بود که دیگه فرنگی با قهرمان جهان هم افتاده. امیرم قرص و محکم نگرش داشت و اجازه این که بخواد فنی رو بزنه نداد. امیرم خودش فن نزد، جداش کرد، گفت باز بوکس. من به نظرم امیر میخواست دهان همه رو ببنده تو این داستان که من بوکس کار میکنم. این شاکی شدن امیرم تو این لحظه که به هربدین میاد میگه، میگه بابا دستکش منو میکشه، این خطاست، شما نمیتونی دست بندازی دستکش بکشی. میگه هربدین هم میگه مبارزه رو ادامه بدیم، من دارم میبینم. واقعا بهتون بگم سوپر استار تو این مبارزه هربدین بود. مبارزه ادامه پیدا میکنه، 1 دقیقه و 40 ثانیه مونده تا پیروزی امیر علی اکبری. امیر همچنان داره حمله میکنه، حملات پیاپی، و آرجان بولار همچنان داره فرار میکنه، فرارای پیاپی. تا این آپرکات، ببینید اصلا خیلی جالبه، دفعه قبلش هم آپرکات امیر اینجوری زد که یه کارت داد به آرجان بولار. آپرکات وحشتناکو میزنه به آرجان بولار و باز آرجان بولار شروع میکنه فرار کردن. یه هایکیک هم اینجا باز دوباره لیت هایکیک میزنه دفاع میکنه، اما
قبل از اینکه این هایکیکو بخواد امیر بزنه، اینجا دست هربدین اینجوری شده. یعنی تایمو نگه دارید. خب من همیشه اسپویل نمی‌کنم، برای همین تا اینجا گفتم که ببینید اینجا امیر خودش هم فکر نمی‌کرد که الان پیروز شده، چون به امیر گفت برو اونور وایسا. ببین مبارزه که نگردش به امیر گفت برو اونور، اینجا هم کارتی که در آورد اول زرد بود روش، خود آرجان بولار هم زیاد همچین ناراحت نبود، یهو زیرش قرمز رو در آورد و نشون داد بهش، نشون داد قرمز و امیر همچنان داره به سمت اونور میره، در جریان نیست چی شده، برمیگرده میبینه همه دارن میان سراغش، خوشحال علی استکی مربی، و اینجا پیروز مبارزه میشه به خاطر اینکه حریفش دیسکوالیفای شده. چندین بار هربدین که واقعا داور بسیار با سابقه که بزرگترین فایتای دنیا رو گزارش ببخشید بزرگترین فایتای دنیا رو داوری کرده، مبارزه رو نگه داشت و دیسکوالیفای کرد. شما که فایت نمی کنی، این مبارزه هم بخواد برسه به دیستنس، خب امیر علی اکبری براندازی یه دقیقه آخر هم بارم سرکار نذاره دیگه، بهش کارت قرمز داد و در صورت اونم باید، حالا از دید داور داریم میبینیم، اونم باید کارش درست انجام بده، اون نمیتونه نده این کارتو. حتی چندین بار من هربدین رو دیدم اول این راند سه اومد به آرژان بولار یه چیزی گفت، گفت من دوست ندارم بهت کارت بدم، منو مجبور نکن این کارتو بهت بدم، کار کن، دوست ندارم. چندین بار گفت من اینو دوست ندارم بهت بدم، خیلی رفاقتی بهش گفت، ولی اینم باید کار خودش انجام بده. و پیروز مبارزه میشه امیر علی اکبری، یه پیروزی شیرین رو کسب میکنه امیر علی اکبری و اینجا هم میگه که این سربند منو ببندین، گوش کنید، سربند رو ببند، میبنده و میدونی که سربند حیدر کرراره که میبنده. و یه مورد اینو بگم چون خیلی تو کامنت ها میبینم و خیلی داستان های مختلف میشتمم از این داستان. ببینید امیر علی اکبری یا خیلی از کسای دیگه، میدونم خیلی ناراحت میشین از این صحبت ها، ولی میخوام بذاره دوستانه با هم صحبت کنیم در مورد این موضوع. اعتقاد داره به این موضوع، متوجه این؟ اعتقاد به این داستان دارد، منم دیدم این آدم رو، اعتقاد داره. من این سربند رو نمیبندم، نه که حالا مثلا بخوام بگم مشکلی چیز دارم، نه آقا من نبستم تا به حالا. خب امیر علی اکبری میبنده، ممکنه یکی دیگه امام حسین رو ببنده، نمیدونم رضازاده ابرفضل رو ببنده، نه خارجی ها میان عیسی مسیح رو میبندن، نه فدور امیلیاننکو صلیب این صلیبا برای مسیحی ها رو میندازه ماچ میکنه، خیلی هر فایتری این کارا رو انجام میده، متوجه این؟ همه دنیا هست، یعنی هر کسی به اعتقادات خودش داره اینو. آقا ما اصلا کار نداریم درست یا غلط، میگم من اصلا من نمیبندم، درست یا غلطش کار نداریم، احترام بذارید. و من خیلی دیدم در مورد این موضوع مینویسید، خیلی ها دیدم مینویسید، خیلی هم عاشقش این مینویسید که دمشق هم کار خوبی میکنه. من میگم در هر شرایطی شما به اعتقادات هر فردی باید احترام بذارید. اگر اشتباه میگم شما بگین نه به اعتقادات آدم رو نباید احترام بذاریم. شما ببینید کجای دنیا قبول میکنن این حرف شما رو، هیچ جای دنیا قبول نمیکنن، آمریکا، اروپا، هر جا شما بری اگر به اعتقادات بقیه احترام نذاری اونا هم به احترام نمیذارن، میان سراغت. در هر شرایطی ایشون اعتقاد داره، علی استاکی اعتقاد داره، میاد تای پیشونیشو ماچ میکنه به خاطر همین داستانه. و پیروزی امیر علی اکبری هم به خودش، هم به مردم ایران، هم به همه علاقمندان این ورزش که امیر رو دوست دارن تبریک میگیم. من هم خوشحال میشم وقتی که دست یک ایرانی به عنوان پیروز در یکی از بزرگترین سازمانهای دنیا میره بالا، وقتی چندین تا قهرمان بزرگ رو شکست داده. ببینید براندون ورا رو برده که قهرمان وان چمپیونشیپ بود، ماورو سلیری رو برده که قهرمان وان چمپیونشیپ بود، آرجان بولا رو برده که قهرمان وان چمپیونشیپ بود، از تنها کسی که باخته آناتولی مالخینه که 3 کمربند داره، میدل ویت، لایت هیوی ویت، هیوی ویت، و تا به حال نباخته، فینیش ریتش هم 100% بوده. به یه نفر دیگه که باخته بود میرکو کروکوب بود که سلطان لجند تمام فایترهای دنیا بود، که خونم خسته بود اون موقع که فایت کرد. مهم میدونید چیه؟ امیر از مبارزه اولش تا الان خیلی پیشرفت کرده. یعنی اگر این امیر علی اکبری مبارزه کنه با امیر علی اکبری که با میرکو کروکوب مبارزه کرد، راند 1 خودش رو ناک‌اوت میکنه. متوجه این چی میگم؟ ایرادایی داره، خیلی ایراد داره، همه دارن، ولی روندی که شما نگاه میکنید روند بهتریه. دهن همه رو بس، من خودم
مبارزه قبلی گفتم ما تنها شانسی که داریم اینه که آرژان بولا رو بگیریم بزنیم زمین و تو زمین تمومش کنیم. یادتون میاد من حرفو زدم؟ اشتباه شد. حداقل اشتباه هم نشد. شاید هم امیر میتونست این کارو بکنه. دهن همه رو بست از جمله من. که آقا من بوکسم خوبه. مگه نمیگفتین این بوکسش خوبه آرژان بولا؟ مگه نمیگفتین کانتر پانچره؟ رفتم جلو و جوری باش فایت کردم که نتونست با هم فایت بکنه و دو بار کارت زرد و یک کارت قرمز گرفت و دیسکوالیفای شد و خارج شد. کسی که یادتونه ته دره رو دید، وقتی به مالخین باخت، وقتی به کانجیبون باخت، ته دره رو دید، بعد اومد بالا و دونه دونه فایترها رو شکست داد. و برای همین من میگم که باید آدما احترام بذارن. باور کنید اگه امیر این مبارزه رو میباخت، شروع میکردن همه از سر تا پا، از ناخون پاش تا موی سرش رو ایراد گرفتن. بابا جان حمایت، همه جای دنیا حمایت میکنن. ما اینجا اگر از یه چیزی با یه چیزی مشکل داشته باشیم همه‌شو پوشش میدیم به همه چی. یعنی یهو با تیم ملی بعد با همه چی بد میشیم، یعنی هر چی داریم و نداریم و بد میشیم. بابا هر چیزی تو جای خودش بسنجه. این نظر شخصی منه ها. حالا خیلی کسای دیگه میان میگن تو هم فلانی، تو هم بیساری. آقا من که مشخصه چه جوریام که. ولی به نظرم به اعتقادات هم دیگه احترام بذارید. اگه موافقین برام در مورد این موضوع بنویسید. آقا در مورد اون مسئله اعتقادی که گفتی باید موافقم. اگر نبنویسید نه موافق نیستم. دلیلش هم بنویسید. اینا اصلا باعث نمیشه که شما لایک نکنین برنامه رو. حالا اونایی الان یه سریا که بعدن نکنه لایکاشون رو بردارن. دمتون گرم. آقا هر چی شما ببینید مهم نیست. ما نظرمون رو میدیم. اینم امیر علی اکبری پیروز مبارزه شد و حالا باید آماده شیم برای اینکه امیر علی اکبری فایت بکنه با آناتولی مالیخین. آقا چه فایتی بشه؟ حالا آناتولی مالیخین کیه؟ تو همین کارت قرار بود مبارزه بکنه. علی استکی رو میبینیم که ماشاءالله علی آقا هم لاغر کرده. مربی بوکس امیره و به جفتشون تبریک میگم و همه کسایی که زحمت کشیدن برای این مبارزه. کارت اصلی این فایت این مبارزه بود در اصل. درسته که ما از امیر شروع کردیم ولی کارت اصلی این بود، یعنی آناتولی مالیخین در مقابل دی رایدر. دی رایدر فایتر خیلی خوب هلندی بود که بدون باخت بود، 16 تا پیروزی بدون باخت، یه دونه باخت داده بود اونم به خود آناتولی مالیخین بود. اینجا اومده بود که جبران بکنه سر کمربند میدل ویت. آناتولی مالیخین هم خیلی وزنش آورده بود پایین. ببین زمانی که با امیر فایت کرده بود تو سنگین وزن بود، اینجا اومد تو میدل ویت، نه لایت هوی ویت، یعنی دو وزن خودش آورد پایین. خیلی کار سختیه، یعنی اندازه جاسویچی شده بود، یه جاسویچی کوچولو. و مبارزه در مین ایونت، یعنی اصل داستان شروع شد. این آناتولی مالیخین، نگاه میکنید تایگر موتای تیمش تو تایلند تمرین میکرد، واقعا هم اونجا جای عالیه. 13 تا پیروزی داره، 13 تا تموم کردن، فینیش ریت 100%، قهرمان لایت هوی ویت، قهرمان هوی ویت، وان چمپیونشیپ، همه رو شکست داده از روسیه در مقابل دی رایدری که 16 تا پیروزی داره. یه دونه باخت اونم فقط به آناتولی مالیخین بوده و 14 نفر رو فینیش کرده. اینم فایتر بسیار خفنی و قهرمان ایشونه در این وزن، این همین شخصی که دارین مشاهده میکنین. خب دوستان ببینید جالبش اینه، مبارزه که آغاز شد، شما اندازه ها رو نگاه کنید. مالیخینو انگار نگوی آدم سنگین وزن بوده، جا سویچی مبارزه آغاز میشه. مالیخین لوکوموتیو به تمام معنا، یک ماشین وحشی روبه جلوه بدون خستگی. شروع کرد رفت جلو ضربه زدن. اما دی رایدر بچا بهترین فایتری بود که با مالیخین مبارزه کرد، یعنی بهترین سخت‌ترین فایتی بود که مالیخین تا حالا داشته. به زیبایی آنالیزش کرده بود، میدونست قدش کوتاه‌تر هم هست، با زانو زدنا و زیرگیری کردنا و کلینچا خیلی قشنگ کنترلش می‌کرد. بگه نه هیچ جوره شما نمیتونی مالیخین رو کنترل کنی. ببین به من میگه من جلوی زانو می‌زد، زانوارم خوب می‌زد، مالیخین دوباره تو جواب ضربه زدنا میومد، برای زیرگیری اقدام می‌کرد، چندین بار این کارو کرد. امیر این اجازه رو بهش نداد ولی تو کلینچ افتادن. اینی که دارم بهتون میگم کلینچ، اینجا کلینچی که کردن دوباره رفتش دم فنسا. هر کدوم اینا 15 ثانیه داریم میگذره، یعنی همچین زیاد نگرش داشت تو کلینچ. وقتی که جدا شدن خیلی مدت زیادی در کلینچ مونده بودن و تونسته بود خیلی کنترل کنه. دقیقه 4 خورده بود، تقریبا یه دقیقه فقط تو کلینچ نگرش داشت.
دی رایدر اینجا و یه ضربه بسیار زیبایی دی رایدر اینجا زد به مالیخین. ببین به محض اینکه اینجا ضربه رو با دست جلوش میزنه، تمرین کرده بودا، خیلی قشنگ زد این دست رو، با دست راست که ضربه رو میزنه همون رو لوکیک هم میزنه، ببین بوم بوم، که همین باعث میشه تعادل مالیخین به هم بخوره، هم با این مشتی که خورد، یعنی بهتون بگم با این مشته یه جورایی مالیخین ناک داون شد، خیلی فکر کردم با این لوکیک ضربه خورد افتاد، با این ضربه ای که دی رایدر زد ناک داون کرد مالیخینو. من تا بالا ندیده بودم کسی ناک داون بکنه مالیخینو. ببین با این ضربه ای که به سرعت میزنه مالیخین، پا هنوز بهش نخورده، پای دی رایدر داره میاد پایین، بدنش ببینید، ببین داره میاد پایین، اینجا تازه پاش میخوره، ناک داونی رو داد مالیخین اینجا و به سرعت برق و بادم بلند شد. ببین با کله نخورد زمین که بگیم ناک اوت بشه، ناکداون شد، اینجا برای زیرگیری اقدام کرد، موفق نشد. دی رایدر جوجیتسو کار خیلی خوبیه، همچنان به زانو زدناش ادامه میداد به مالیخین و بهتون بگم ضربه میخورد مالیخین، لوکوموتیو وار ضربه میزنه اما کنترل میکرد مالیخین رو، تا اینکه مالیخین دیگه بالاخره روسه، ریشه روسیشو اینجا نشون داد، یه فت پای ریز میزنه قشنگ پرت میکنه حریفو، یا پرکات محکم میخوابونه به صورت و شروع میکنه ضربای محکمو به سر و صورت دی رایدر زدن. رایدر برای زیرگیری اینجا اومد اقدام بکنه، باز پا رو گرفت و میارتش دم فنس و چندین دقیقه چندین ثانیه تونسته بود کنترلش کنه. و این زانوها به نظرم این خیلی جالبه که امیرم باید بتونه از اینا استفاده کنه، از این کاری که دی رایدر کرد، هم باعث میشد مشت به شکمش نخوره، هم زانو اگه سر پایین باشه میخوره به صورت، پایین نباشه میخوره به شکم، و خوب موقعی زانو میزد و کنترل کرده بود مالیخین رو. مالیخین هم که بعدش میومد مشتا رو بزنه و ضربه بزنه، اینجا تعادلش به هم خورد، همچین اتفاق خاصی نیفتاد، وای نمیستاد مالیخین. این ضربه رو هم بچا خیلی میزنه و اینو ما باید مواظبش باشیم با امیر. موقع مبارزه با امیر ما حتما یه آنالیز خیلی کامل میذاریم. وقتی حریفش داره در میره از هر طرفی میپره و ببینید بازم اینجا بهتون نشون بدم دست بازه. ببینید اینجوری ضربه نمیزنه، بهتون میگم مالیخین هم میزنه. خیلی از فایترها تو دنیا با دست باز ضربه میزنن و اون که دستشون دفاع نمیکنن، موقعی که میدونن حریفشون نمیتونه بهشون ضربه بزنه دستشون رو پایین میارن، اون یکی دستو ضربه میزنن، دو تا دستشون بالا نیست. جان جونز مثلا این کارو نمیکرد، ولی خیلی از فایترهای بزرگ دنیا این کارو میکنن. اصولش اینه که بکنی یا نگه داری، ولی خیلیا نمیکنه. خب اینجا صحنه آیستر میبینیم، اون صحنه که بهتون گفتم ضربه پشت سر هم میزد به صورت دی رایدر و راند دوم اینجا آغاز میشه. در راند دوم با یه جا خالی که اینجا دی رایدر میده موفق میشه که کمرگیری بکنه از مالیخین و تون ضربات وحشتناکش نیفته و ببین باز به محض اینکه میگیرتش زانو رو میزنه، خیلی از این استفاده کرده بود و به نظرم یه آنالیز خیلی خوبی کرده بودن مالیخین رو با این کار. امیرم باید استفاده کنه از این داستان. برای زیرگیری اینجا اقدام کرد، یه خیمه سنگین از مالیخین، اینجا چند ثانیه مالیخین نگرش داشت، ضربات خوبی رو بهش زد، خوب کنترلش کرده بود مالیخین در خاک. به محض اینکه میچرخید دی رایدر، مالیخین میدونست که این برزیلین جوجیتسو کار بهتری نسبت به خودش، سری بلند میشد میومد اینور و مبارزه رو در ایستاده ادامه میداد. برای بار دوم اینجا برای زیرگیری اقدام کرد دی رایدر که باز موفق نشد و باز مالیخین ببینید ضربهای پرتابیش به شکم، همینجوری که با آرجان بولار میزد بوم به شکم دی رایدر ضربه میزد، دی رایدر هم جواب میداد، این نبود که وایسه، نگاه کنید نقطه‌ای ضربه میزد، ببینید صورتشو، ببینید بوم، دی رایدر هم بسیار قشنگ میخوابون به صورت مالیخین و ضربای خوبی رو میزد بهش. اما خب از نظر بوکس مالیخین یه سر و گردن بالاتر بود، فقط هم دنبالش بود، یعنی یه جورایی نیمچه مبارزه آرجان بولار و امیرعلی اکبری، چون اینجا هم خیلی دی رایدر فرار میکرد و مالیخین هی دنبالش بود برای ضربه زدن. ولی این زانواش ببین، من خیلی دوست داشتم این زانوای دی رایدر رو، خیلی ضربه اینجوری قشنگ میزد به مالیخین و امیر به نظرم اینو باید بتونه خیلی تمرین کنه، بیارتش گوشه‌های کیج و بتونه این ضربه رو بهش بزنه، چون امیرم قدش بلندتره و میتونه این کارو انجام بده. ببینید خیلی خطرناکه این ضربه، ناکاوت میکنه ها، شما فکر نکنید فایترهای بزرگ ناکاوت نمیشن با این ضربات. باز یه رفرنس بهتون بدم، در یو اف سی مبارزه فرانک میر با میرکو کروکوپ، میرکو کروکوپ سلطان،
همینجا همین اتفاق براش افتاد. رفت فرض کنید میرکو کروکوب مالیخینه، رفت جلوی فرانک میر، فرانک میر اینجا یه لحظه موتای کلینچش کرد، یه زانو زد تو فکش، سقوط کرد، ناک‌اوت شد، اومد پایین و تموم شد میرکو کروکوب. مالیخین شروع میکرد حمله کردن و دیرایدر فرار و باز این زانوها رو ببین، زانوها رو به محض اینکه نشون میداد مالیخین میرفت عقب، ولی خب عقب وای نمیستاد، به سرعت دوباره میمد جلو و شروع میکرد به ضربه زدن. برای زیرگیری اقدام میکرد، موفق نمیشد. کامبینیشنهای خیلی خوب مالیخین رو میبینیم که هم به شکم ضربه میزد هم به صورت، و اینو باید بدونیم که ضربهاش بسیار محکم بود وقتی به صورت میزد، و فایت هم فایت سراندی قرار نبود باشه، این فایت سر کمربند پنج رانده است. ما الان راند دومو داریم میبینیم که دی رایدر فرار میکنه و مالیخین شروع میکنه حمله کردن. این صحنه های بادیشاتایی که میزد مالیخین و وای نمیستاد، همینطوری شروع میکنه ضربه زدن به دی رایدر. و اینم بهتون میگم به هر سمتی که فایتر بخواد بره، به این ور بخواد بره پرش میکنه، از این ور ضربه میزنه، از سمت راست بخواد بره با دست راست میزنه، و دست مخالفش هم اصلا دفاع نیست بالا باشه. یعنی نقطه مشترک امیر و مالیخین در همون یک کارتی که جفتشون هم فایت کردن، بادی شات های محکم مالیخین رو اینجا میبینید. و اینجا راند سوم دوستان، راند سوم همون اول مبارزه، دی رایدر برای زیرگیری اقدام میکنه، خیمه سنگین از مالیخین. و اینجا رو دقت کنید، مالیخین اینجا چند تا ضربه به سر دی رایدر میزنه، یه زانو هم محکم میزنه به صورتش در خاک. همینجا ضربه رو زد، حالا تو یه جا دیگه بهتون نشون میدم آخر مبارزه، اینجا ضربه رو زد، به محضی که زد دی رایدر چرخید و اینجا همه گفتن وای تراینگل، یعنی رفت که تراینگل رو بگیره. برزیلیان جیوسو کار خوبی هم هست، خیلی راحت مالیخین پا شد، اصلا ریلکس میدم، نرم نرم پا شد، نگاه از سر شام داره پا میشه، مثل اینکه فهمیده بود یه چیزی رو، حالا بهتون میگم چند ثانیه دیگه چرا پا میشه ریلکس، و یه دونم شق میخوابونه به اندام همچین، مادم یه چیزی بگم گفتم ولش کن، میزنه به پای دی رایدر که بابا جان بس بلند شو فایتو ادامه بدیم. نکته جالبش این بود دیگه بلند نشد دی رایدر، برای همینه میگم نکنه مالیخین متوجه شده بود که این نفسش بریده، اصلا دی رایدر بلند نشد. و هر چقدر مالیخ بهشون میگفتش که بلند بشه، هرب دین داور بهش میگفت بلند بشه، میچرخید آروم آروم، هی بهش میگفت میتونی ادامه بدی میتونی، دید نمیتونه ادامه بده، نفسی تموم شده، و هرب دین فایت رو تموم کرد. و راند سوم باز دوباره به این حالت مبارزه تموم شد که نه ناکاوت شد نه سابمیشن، این نتونست ادامه بده. اون یکی هم که با امیر مبارزه کرد دیسکوالیفای شد. خیلی نوشتن آقا چه مبارزه مسخره بود، ما مسخره تر از این فایت ها ندیده بودیم. ببین تو مبارزات مسخره هم هزار تا نکات فنی هست، نکات مختلف هست. به هر حال همین پیروزی مالیخین خیلی صحبت ها توشه، نشون میده که این آدم نفسش چقدر خوبه، این آدم چقدر مغزی قویه که خودش از وزن بالا میتونه برسونه وزن پایین و نفسش خراب نشه، سرعتش بمونه، زورش همونجوری بمونه، رو به جلو حمله بکنه. از همه مهمتر قهرمان میدل ویت رو ببره. این زانو بود بچه ها، ببین دقیقاً زانو رو گوم زد به صورت، این مجازه در این فایت. شما تو UFC نمیتونی این کارو بکنی. در UFC مثلا یان اومد یه همچین زانوی زد به آلجمین، حالا نه این شکلی ولی زانو در خاک زد و دیسکوالیفای شد، ولی اینجا زد به محض اینکه زد اینجا برگشت که تراینگل رو بزنه، ولی نگاه میکنید مالیخین خیلی ریلکس، تقلام نمیکنه، دست چپش رو میبینی که بخواد دستش رو بیاره بالا بندازه، خیلی ریلکس بلند میشه و در میاره و خارج میشه، و سر و صورت دی رایدر ناکنی سرخ، معلومه نفس رفته، خیلی ریلکس پا میشه. و دوستان میبینین که خود صاحب وان چمپیونشیپ هم هست، سه تا کمربند، اصلا همچین صحنه یو کسی ندیده واقعا، سه تا کمربند میاد تقدیم میکنم به آناتولی مالیخین. و این صحنه رو شما دقت بکنید، صاحب سه تا کمربند میشه این فایتر، میدل ویت، لایت هیوی ویت و هیوی ویت. $50,000 هم بهش اینجا فقط کادو میدن به خاطر نمایش خوبش، و یکی از پر افتخارترین فایترهای تاریخ میشه که در سه تا وزن سه تا کمربند گرفته و اسمش مطمئن باشید در تاریخ ثبت میشه، و از این به بعد خیلی در موردش خواهیم شنید. من
هم امیدوارم که امیر علی اکبری بتونه باش فایت بکنه و امیدوارم بتونه ببرتش. به هر حال خیلی سخته بردن این به نظر من، واقعا سخته، یعنی درصد بیشتر رو من همچنان به مالیخین میدم، همچنان، حالا تا برسیم به اون زمان. فعلا ها در اساس دیدم یه ذره بدبینم به این داستان. حالا شما هم نظرتون رو بنویسید، ولی یکی از آرزوهام اینه که این بره یو اف سی. هم میتونم اونجا مبارزات خفن و جالبشو ببینم، همین که دیگه با امیر روبرو نمیشه. سر کمربند سنگین وزنم امیر باید با یکی فایت بکنه، بالاخره امیر کمربند برسه به دستش. بابا با ولنتین مولدافسکی مسابقه داد، بردش، رفت کمربند بلاتور رو یارو گرفت. با اونا هم بهتون گفتم سه تا فایتر، سریلی، ورا، آرجان بولار، نه هر کدوم کمربند داشتن، قهرمان بودن. یعنی اگه سر کمربند بودی سه تا قهرمان کمربند رو برده بود. الان دفاع چهارمش بود از کمربند امیر، دفاع چهارمش. بد شانسی آورد، به نظر من خیلی بد شانسی آورد، ورود خیلی بدی داشت به وان چمپیونشیپ، ولی خیلی تونست راحت و قشنگ برگردون و خودشو به دوران اوج دوباره برسونه. نکته جالب دیگه دوستان، من از مالیخین خیلی خوشم میاد از یه سری کاراش. این آدم بسیار با اخلاقه، انقدر اومد اینجا تعریف کرد از این دیرایدر، زبانش هم تعطیل زبان انگلیسیش، ولی واقعا مهم نیست برای انگلیسی زبانا. اونقدری که ما ایرانی زبانا رو انگلیسی یه نفر حساسیم، انگلیسی و آمریکایی رو انگلیسی صحبت کردن طرف حساس نیستن. به خدا که وقتی میخوایم ادا در بیاریم این خودشون در بیاریم، حرف زدن اونا بیشتر میخندن بهمون تا اینکه با لهجه، حتی لهجه بعد بگی، ولی درست به منظورتو برسونی، تا اینکه all around the world بخوایم میفهمن. ایرادم میگیریم، هی آقا میدونی فلانی چی میشه، میدونی سنجاب پرنده چی میشه به انگلیسی؟ بابا مهم نیست، یه سری چیزای ضرب المثل، نصف کلاس زبان ها ضرب المثل دارن یاد میدن به هم. ما کجا میشینیم؟ مثلا من بیام برنامه بگم موش در سوراخ نمیرفت، جارو بدم داشت، حتما کاسه ای زیر نیم کاسه است. There is a bowl under half a bowl. بابا ولمون کنید. قشنگ اومد زبان انگلیسی گفتش I speak you very good. اینجوری همینطوری در همین حد قشنگ اونام زیرنویس می‌زدن، معنی می‌کردن. هر جای دنیا هم بخوام معنی کنن، منظور طرفو می‌رسونن. انقدر تعریف کرد ازش، گفت من ازت صحبت می‌کنم همه جا، تو بهترین فایتری، تو فایتر خیلی خوبی هستی، تو 16 تا مبارزه بدون باخت بودی، تو نگو قهرمان نیستی، من خیلی کار سخت داشتم، سخت‌ترین فایتم بود، تو قهرمان واقعی هستی. انقدر تشکر کرد از این رایدر که اصلا من خودم داشتم عشق می‌کردم می‌دیدم. و خیلی جالب، اینجا هم اومد ازش داشت تعریف می‌کرد، هم دیگرم بغل میکردن، اینجا میگفت تو عالی، نگو عالی نیستم، اینجوری ضربه میزد بهش. بعد دیرایدر اومد پای میکروفون گفت ایشون هنوز همچنان هم داره منو میزنه با مشتن، با اینکه مبارزه تموم شده. بعد مالیخین یه چیز دیگه فهمید، فکر مثلا یکی منو داره میزنه، گفت نه من نمیزنم، تو چند بار منو زدی، من میخواستم باهات کشتی بگیرم، دیدم تو کشتیگیری، میخواستم ضربه بزنم، دیدم تو مویتای کاری، تو تای بوکس کار میکنی. ببین خیلی جالب بود حرف زدن، بعد ادا هم در می آورده، شبیه لغز زدن های نگاه کنید. No, this guy wrestler. No, this guy تای بوکس. میدونین یه چیزی همینطوری میگه منظورش اینه که من موقعی که داشتم فایت میکردم، این ضربه که بهم میزد میگفتم این تای بوکس کار میکنه، این کیک باکسره، من باش وایساده کار کنم. کشتی که یهو میگیرم میگفتم این آدم کشتیگیره. میخواد بگه که تو فایتر بسیار بزرگی هستی، شما هر چقدر رقیب خودتون رو بعد از مبارزه ببری بالا به نفع خودته، تا اینکه بیاری پایین بگی این کی بود بابا، این آشغال بود که این فایتر نبود، در از خودتو داری میاری پایین. یعنی من با حریفی که فایت میکنم، حریفام آبگوشتی ان. مالیخین نمره اخلاقش 20، نمره ورزشش 20، نمره تغذیهش 20، مغزی 20، باهوش، جنگندگیش 20، خانواده داریش 20، همه چیش عالیه، واقعا فایتر خوبیه. و اینجا هم خیلی داره تعریف میکنه که میگه آقا منو زد، بدجورم زد، اینجا هم پشتک ملق میزد سر سه تا کمربندش، دست رایدرم به عنوان پیروزه الان سمبولیک برد بالا. اینجا اول فکر کردم دخترشه مالیخی، بعدم خانومشونه. خیلی استوری هم میذاره از خانواده‌اش و از بچه‌ش و میدونم رئیسش هم خانومشه، چون تا اونجا که یادم میاد مثلا یه برنامه گذاشته بود که نمیدونم چی تو فایت تو رینگ بیاد همه رو میزنه، تو خونه داشت ظرف میشد، زنش بغلش وایساده بود که مثلا باید این کار رو انجام بدی. این صحنه
جالبی هم بود، فت پایی که زد خیلی نرم، جان جونز هم اینو خیلی قشنگ میزد که دیدید این ضرباتو و دنبال کردنهاش، زانو زدنهای خوب دیرایده که از حق نگذاریم. این به نظرم نکته مثبتی میتونه برای امیر باشه که این کارا رو هم ما میتونیم در آینده انجام بدیم. دوستان اینم از آنالیز مبارزه آناتولی مالیخین و دیرایدر، و قبل از اونم مبارزه امیر علی اکبری رو گذاشتیم با آرجان بولار. دوستان عزیز اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفا ما رو لایک کنید، یه کلمه رمز بذارین برای کسایی که تا الان دیدن. اولا من عشق میکنم، دمتون گرم. من یه کلمه رمز همیشه میگم، اونایی که تا الان دیدن مثلا فلان چیزو بگن، بیا هم فلان کامنتو بنویسن که من ببینم کیا تا آخر دیدن. باورم نمیشه بعضی وقتا برنامه 3 ساعته میذارم 2 ساعته میذارم، مثلا مستند آخر مینویسین، عشق میکنم. اینا چی بذاریم کلمه رمزو؟ بر تبل شادانه بکوب، چون واقعا این تب بود شکمش. آقا اون بر تبل شادانه بکوب بذار. اگرم متوجه شدی بر تبل شادانه بکوب داستانش چی، چون یه کلیپ اومده بود برای بر تبل شادانه، اونم بگو داستانش چی بوده، حالا به هر زبونی که، اگه نمیتونم تعریف کنی یا آتیش بزنی من فهمیدم تو داری چی میگی. ولی کلمه رمزو میذاریم بر تبل شادانه، حالا میتونم بکوبش هم بنویسی یا ننویسی، بر تبل شادانه بکوب. تبریک میگم به امیر علی اکبری. آرجان بولارم فایتر خوبی بود تا قبل از این فایت، این فایت خیلی ترسید و واقعا گرخیده بود و پاپیون کرده بود. امیدوارم اونم به دوران اوجش برگره. شاید اون ضربه که امیر به بیزک زد یه ذره حالت میزون فرمونیشو به هم ریخت، ولی خب اینا رو همه رو واسه شوخی میگیم که شما هم بخندید. دوستان عزیزم بعد به رقیبمون هم به هر حال هر کی که هست آدم احترام بذاره، یه سری صحبت‌ها رو میگیم که جذابیت ایجاد بکنه. خیلی هم خوشحالم از اینکه شما رو دارم و جمعیت بسیار زیادی در MMA فارسی هستیم. ما رو دنبال بکنید، برنامه‌ها رو هم در کانال تلگرام میتونید ببینید. مرسی از اینکه تا الان همراه ما بودید. خدا نگهدار.